عروسک پشت پرده نام اپرایی که چند روز پیش در خانه اپرای سلطنتی دانمارک روی صحنه رفته. امیر مهیار تفرشی پور آهنگساز ایرانی این اپراست. متن عروسک پشت پرده بر اساس داستانی از صادق هدایت به همین نام به زبان انگلیسی نوشته شده. داستان این اپرا ماجرای یک پسر ایرانی به نام مهرداد که برای تحصیل به فرانسه رفته. مهرداد در فرانسه عاشق یک عروسک میشه، اونقدر که وقتی به ایران برمیگرده عروسک رو هم با خودش میبره و بودن با عروسک رو به بودن با نامزدش ترجیح میده. امیر مهیار تفرشی پور از دانمارک با ماست تا درباره اپرای عروسک پشت پرده با هم صحبت کنیم. آقای تفرشی پور، فکر ساخت اپرای عروسک پشت پرده چطور به ذهنتون رسید؟ بله، من در دوران تحصیل در دوره دکترای آهنگسازی در انگلستان به فکر ساخت یک اپرا بر روی داستانی از صادق هدایت افتادم و در همان دوران مجذوب داستان عروسک پشت پرده شدم. اهمیت این داستان برای من این برخورد مدرنیته و سنت بود که خب نه تنها در فرهنگ ایران بلکه در خیلی از کشورهای سنتی دیگر هم با مشکل آفرین بوده و این فرم انتزایی و افکار پراکنده در این داستان که باعث پریشانی شخصیت اصل این داستان میشه فقط با موسیقی مدرن قابل بیانه. این برخورد تفکر سنتی و مدرن کاملا در این داستان آشکاره و این رو من با تکنیک های هم مدرن آهنگسازی و هم مقداری با یک ادویه های از موسیقی شاید ایرانی یا به گونه شرقی بیان میکنم. چرا متن اپرا به زبان انگلیسی نوشته شد؟ ببینید، انتخاب زبان انگلیسی در وهله اول برای اجرای جهانی بوده، یعنی اینکه کار به جاهای دیگه هم برسه و بتونن بسیار آسانتر با زبان انگلیسی بخونن. این یکیه. دلیل دوم اینه که زبان فارسی برای این سبک موسیقی مدرن مناسب نبوده، چون اون آکسان‌هایی رو که تاکیدهایی رو که زبان انگلیسی دارا هست زبان فارسی دارا نیست. این دلیل دومشه. دلیل سوم اینه که نیازی نیست که به زبان فارسی باشه، چون من فکر میکنم که صادق هدایت یک نویسنده جهانیه، فقط صرفا متعلق به ایران نیست که حتما باید به زبان فارسی باشه. و البته خب ما اون تجربه رو برای ساخت اپرا به زبان فارسی اصلا نداریم، چون این یک سنت و فرم موسیقی کلاسیک اروپاییه.
با دومینیک پاور نویسنده بریتانیایی که متن اپرا رو به انگلیسی نوشته چطور همکاری کردید؟ آقای دومینیک پاور که خودشون نویسنده هستن و نمایش رادیویی می نویسند، من ایشون رو پس از انتخاب داستان عروسک پشت پرده ملاقات کردم و آقای پاور شروع به مطالعه داستان عروسک پشت پرده و همینطور ادبیات صادق هدایت نمودن و پس از یک زمان طولانی من یک سناریو از آقای پاور دریافت کردم برای اپرا و همینطور لیبرتو یا اون متن که در زبان تخصصی موسیقی ما لیبرتو عنوان میکنیم رو دریافت کردم و سپس آغاز کردم برای ساخت موتیف اصلی اپرا، موتیفی که از اول ماجرا تا آخر ماجرا شخصیت اصلی داستان مهداد رو دنبال میکنه. شامل 11 نوازنده است، 6 خواننده و یک عروسک که در حقیقت یک بالرین هست که نقش عروسک رو بازی میکنه. من وقتی سناریو رو و متن رو، لیبرتو رو از آقای پاور دریافت کردم، مسلماً مقداری برام شاید غریبه بود چون به زبان انگلیسی بود و خب داستان چون 7 صفحه بیشتر نیست و ناگهان یک سناریو رو من به مدت 1 ساعت و با چندین صفحه از لیبرتو دریافت کردم و ما نیازمند بودیم که بارها و بارها این رو با یکدیگر مرور کنیم از لحاظ ریتم موسیقی که به یک نتیجه نهایی برسیم. چطور شد این اپرا در دانمارک روی صحنه رفت؟ اجرای این اپرا در کشور دانمارک به چند دلیل، یک اینکه من خودم بزرگ شده دانمارک هستم و دوران کودکی و نوجوانیمو و همینطور تحصیلات اولیه موسیقی رو در دانمارک گذروندم و همینطور روابط قوی من با آنسامبل آتلاس، یک آنسامبل مدرن معروف در دانمارک که آثار من رو بارها در دانمارک و تهران و همینطور کشور امارات اجرا کردند رو میشناختم و این همکاری شروع شد. و ببینید، برای اجرای یک همچین اثر بزرگی ما نیازمند به یک همکاری متعدد با چند ارگان هستیم، یعنی یک آنسامبل، یک سالن اپرا و یک کمپانی اپرا. یعنی فقط کار با نوشتن اپرا به اتمام نمیرسه، بلکه نیازمند به همکاری چند جانبه برای همچین اجرایی هست. سختی های این کار از آهنگسازی تا روی صحنه بردنش چی بود؟ ببینید، یکی از بزرگترین مشکلات برای یک آهنگساز نوشتن همچین اثری نیست. بحث اجرا یک چیز کاملا متفاوتی است و شما فقط و فقط میتونین که یه مقداری با بخت و اقبال و با پیگیری‌های شخصی خودتون فقط به همچین اجرایی برسیم و نوشتن کار صرفاً کار رو به پایان نمیرسونه و کسی دربی نمیزنه که شما رو دعوت بکنه برای اجرای این کار، چرا که خب خیلی از آهنگسازایی هستن که خیلی با تجربه تر و در سنین بالاتر اپرایی رو نوشتن که هیچ وقت بر روی صحنه نرفته. اینه که نوشتن همچین کاری برای یک آهنگساز کاملا یک قماره که آیا این یک روز اجرا خواهد شد یا خیر، و برای همین خیلی من امروز خوشحالم و احساس موفقیت آمیز به من دست داده.